در حالی که حملات تروریستی سنی های تندرو در سال اخیر به شیعیان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته گزارشهایی درباره ایجاد محدودیت برای ازاداران حسینی در ولایت شیعه بامیان توسط ادارات حکومتی منتشر شده است به گزارش شیعه به نقل از خبرگزاری آوا محمد تاهر زهر والی بامیان در هنگام برگزاری مراسم روز آشورا با توهین به عزاداران حسینی مدعی شده اولین بار عبیدالله الله ابن زیاد با نصب پرچمهای سرخ و سیاه و آزین بندی شهرها برای امام حسین علیه السلام عزاداری کرد این مقام حکومتی افغانستان نحوه عزاداری عزاداران سید و شهده علیه السلام را تکرار کار یزیدیان دانست این برخوردها در شرایطی است که نصب پرچم‌های عزاداری در اماکن عمومی یکی از شعائر حسینی معمول در ایام محرم در افغانستان و دیگر کشورهاست و دولت افغانستان نیز هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد والی بامیان انتشار گزارش درباره ایجاد محدودیت علیه ازاداران را شایعه خوانده و گفته تلویزیون مزخرف چند روز است که گزارش های دروغ را پی در پی منتشر می کند این گزارش می که تاهر زهر با به کار بردن توصیف ها تلاش می کند تا بر موج احساسات میلیون ها از آدار حسینی غلبه کند و گزارش های منتشر شده در زمینه زدیت او با آین ازاداری را به رقابت های سیاسی و حزبی نسبت دهد در همین حال تعدادی از علمای شیعه بامیان با انتشار بیانیه‌ای ممانعت مقامهای محلی این ولایت از نصب پرچم‌های های ازاداری را محکوم کردند چند روز قبل والی بامیان دستور داده بود پرچمهای ازاداری از نواحی شهر بامیان و اماکن عمومی جمع شود این اقدام با موجی از واکنش های مردمی مواجه شد و هزاران نفر در شبکه های اجتماعی علیه این تصمیم والی بامیان اعتراض کردند و او را به تلاش برای ریشه‌کنی مذهب تشیع در این ولایت و زدودن نمادهای مذهبی مردم متهم کردند